بعد طبق معمول همراه خود سوکت در اومد، از بس کیفیتش خوبه به دلیل مونتاژ بد این اتفاق میفته. کمی اینجا حرارت میدیم، من تو ویدیو قبلی هم گفتم قبل از اینکه سوکت روی کار بذارین ما این جک میکروفون رو کلن از روی بورد خارج کنیم، چرا که لعیم میزنم. من خیلی کم از هیتر استفاده میکنم تو تایمر سپیکر رو، مگر اینکه موقعی. سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون هر جا که هستین عالی باشیم. امروز یه دونه سپیکر بورتوسو داریم که برای تعمیر اومده و سوکت شارژش هم تا که میرین افتاده داخلش. یه چند تا نکته هست که باید بهتون حتما بگم، پس با من همراه باشین. این سپیکر جدید خوبیشون این که تعداد بیتاشون خیلی کمتره، راحت باز میشن. خب این نمایی از این اسپیکره، هم تا که میبینید اتصالات رو ما جدا میکنیم. بله طبق معمول همراه خود سوکت در اومد، از بس کیفیتش خوبه. خب آنتنم آنتن وای فای چیزو افرمو جدا میکنیم و خیر. این سوکت خود دستگاه است که جدا شده، خوشبختانه مسیر روی بورد و ظاهرن که از بین نبرده و خود سوکت فقط جدا شده به دلیل مونتاژ بد این اتفاق میفته تو دستگاه با کیفیت. شما نمیبینین این اتفاقو مگر اینکه شما خیلی فشار زیادی رو به دستگاه بیارین که تو این مواقع یا سوکت میشکنه و یا اینکه همراه سوکت پایه های مسیره که روی بورد هست هم کنده میشه. خب این بورد لازم که از تو خارج بشه. کمی اینجا حرارت میدیم، شما دوتا راه دارین، اینکه خود از همین سوکتی که کنده شده استفاده کنین که من پیشنهاد نمی کنم، پس بهتره که سوکت رو کلن تعویض کنین و از یه سوکت جدیدتر استفاده کنین. حالا بهتون میگم، بهتون نشون میدم میگم چرا این به این شکل تمیزش میکنیم. اگه بتونیم از قلکش سیمی هم استفاده کنیم که خیلی خوبه. خب من این قسمت رو من عجیب بورد از قلق خالی کردم برای سوکت جدید خوب روی بورد بشینه و این پایه که اینجاست رو تمیز کنم دوباره با سیم لایم خودم لینزم، چرا که لایم قبلش به درد نمیخوره. خب میرم دونه سوکت بیارم. خب سوکت جدیدمون رو میاریم ببینیم که آیا روی بورد مطابقت داره یا نه، چون سوکت ها با هم دیگه فرق دارن. یکی جفتش
بله، همونطور که می‌بینید این سوکت قشنگ روی بورد فیکس شد، حتی با کمی فشار. نکته که می‌بینید سوکت رو از روی بورد در بیاریم، حتما این سوکت پایه‌هاش رو تمیز کنید. من تو ویدیو قبلی هم گفتم قبل از اینکه سوکت رو روی کارت بذارین، حتما با یه خم فلکسی با کیفیت پایه‌هاش رو یه بار احیا کنید. پایه هولدر یا نگه دارنده یا سوکت هم این گوشه یا رو اینایی که اینجا هست هم میزنین که راحت تر روی بورد بشینه. خب نیاز این هولدری که اینجا سولاخ داره هم ما لحیم بزنیم که وقتی که دوتا پایه رو از این دوتا پایه رو عبور میدیم از اون سمتش هم لحیم بخوره. پس نیازی که ما این جک میکروفون رو کلا از روی بورد خارج کنیم، چرا که دست پا گیره و نمیذاره که ما به خوبی لحیم بزنیم. خیلی خب، این سوکت ما در آوردیم، سوکت میکروفون رو اول ما سوکت شارژ رو متصل میکنیم و خوب کار محکم کارش انجام میدیم و بعد میریم سر وقت گذاشتن سوکت میکروفون سر جاش. خب میشه از هیتر هم استفاده کرد، ولی خب چون این بورد یه بورد بی خوده و خیلی نازک هم هست، از کیفیت بدی ساخته شده، میترسم که سیاه بشه و یا تاب برداره و کارو خراب کنه. پس روی بورد به همین شکل لعیم میزنم. من خیلی کم از هیتر استفاده میکنم تو اسپیک تایمر اسپیکر رو، مگر اینکه مواقع خاصی بشه و یا آی سی بخوام تعویض کنم. تو بحث تعویض سوکت ها معمولا از اوی استفاده میکنم. اوی هم سریع تره، هم مطمئن تره. به این شکل سوکت رو کمی از بالا به پایین فشار بدین. اگه بتونید نوک اوی رو روی پایه های سوکت بزنید و همزمان که لعیم رو فشار رو به پایین بیارید تا خوب روی بورد بشینه هم بهتره. این قلمانه ریزی که اینجا افتاده رو بر میداریم و میذاریمش اینجا. خب این هولدر یا این نگه دارنده های سوکت هم از این بغلا حتما لحیم بزنید، سوکت دیگه براشون اتفاق نیفته و کنده نشه. خب از این سمت هم قسمتی که پایه دارید از سولاخ گذاشته رو هم لحیم میزنیم. خیلی خب، سوکت تقریبا دیگه آماده است. حالا اینجا آیسی شارژ رو داریم که از این نظر اسپیکری با کیفیتیه، البته که با کیفیت کرد منظور این که از نظر این که شارژهی باتری رو به خوبی انجام میده، در واقع به واسطه این آیسی مدیریت میکنه و دیرتر مشکل خرابی باتری و شارژ برامون پیش میاد. نمونه معمولیش از دیود استفاده میکنه که اصلا منطقی نیست. یک بار به شارژ میزنیم ببینیم آیا سوکتمون به خوبی روی کار نشسته یا نه. شما اگر از ویدیو خوش من و به کارتون اومد خوشحال میشم که لایک رو بکوبین، سابسکرایب کانالم نداریم حتما سابسکرایب کنین.
لینک هامی باشم توی دیسکریپشن یا توضیحات همه ویدیو دارم. اگه خواستین که ممنون میشم. سریع به اون لینک هم بزنید. بله دارین میبینین که باتری شارژ میشه با تکون دادن سوکت. حالا قطعه وصلی داره کم و بیش. دوباره من با سیم لاین و هویه یه دونه مسواک اینجا داشتیم. همینطور که می‌بینید کاملا استاندارد. بریم ببینیم که مدار شارژ به خوبی کار میکنه یا نه. 4.2 ولت رو باید بهمون بده و 4.1 ولت رو نشون میده که خوبه. استاندارد شارژ باتری لیتیوم ایون. یه پلیلیست کامل هم در رابطه با تعمیر اسپیکرهای بلوتوثی دارم توی کانال، دوست داشتین برین اونا ببینین. نکات جالبی رو تو هر ویدیو گفتم. خیلی خب، این نکته ای که بعدم باید بهتون بگم اینه که این اسپیکر جدید کمی نسبت به اسپیکرهای قدیمی تو مبحث سوکت ها حساس ترن. سعی کنین که جهت سوکت ها رو درست بزنین. چون اگر اشتباهی سوکت رو فرضاً جای اسپیکر باتریش رو بخواییم باتری متصل کنیم، سریع آی سی صدا میسوزه. حالا اسپیکر رو اگه چپ بزنید زیاد فرق نمیکنه، با اینکه بازم باید منفی مثبت اسپیکر رعایت بشه. خیلی خوب، حالا دستگاه رو ببینیم کدوم سمت روشنش کنیم. بله تقریبا 500 میلی آمپر رو داره بهمون جریان نشون میده توی منبع تغذیه‌ام. به خوبی داره شارژ میشه. خب تمام شد. چند تا نکته مهم بود که باید بهتون میگفتم، امیدوارم به دردتون خورده باشه. همونطور گفتم اگه دوست داشتین لایک رو بکوبین. ویدیومونم تمام شد. تا دیداری بعد و تعمیری بعد، خداحافظ.